قبل از شروع هر چیزی بریم یه هایلایت بمب با هم ببینیم و برگردیم. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خوش اومدید به ویدیوی امروز. آقا گردونه جدید اومده و کلی آیتم‌های خفن. بچه‌ها سعی میکنم یه گیمپلی خیلی بمب درارم، چون واقعا کرکترشو خیلی دوست دارم، همچنین اسکین گانشو. یه خورده شبیه ریدکشنه، چه دنس خفنی هم داره و سعیم هم میکنم یه هایلایت خیلی ترتمیز براتون در بیارم. حالا هایلایت ها احتمالاً دیده باشین اول ویدیو، نمیدونم اوکیش کنم یا نه، خدا میدونه. اینم یه موتوره بچه، آیتم های این گردونه واقعا با حال انگانش هم به نظرم گان خوب میاد، با اینکه تا الان استفادهش نکردم. میریم با هم تست میکنیم. کلا بچه بادکشی رو بذارید کنار، یعنی اصلا گردونه زدن نباید برید داخلش دوتا باد بزنی و عشق کنی و اینا اصلا نداریم. سعی کنید برید پلیر بزنید یه خورده سطحتون بیاد بالا. بریم ببینم اینم گانش شبیه که 47 ریدکشن ردس اسمشه. ای ولی بریم واسه بار اول ببینم چی میخواد بهمون بده. ببین اولی کرکتر، دومی گان. آخه اسپری میده، آخه اکتیویژن چرا اذیت میکنی؟ بریم واسه بار دوم دنسش. دنسش خدایی خوشگله، اصلا کار ندارم، دنسش خیلی خفنه. بریم واسه بار بعدی، یه چتر بسیار زیبا. راستی بچه اینم الان اضافه کنم، گیم پلیش خیلی خفن شد، اصلا یه سری اتفاقات عجیب داخلش افتاده. اونا به هیچی آخر گیم پلی یه جوری وین کردم، ببینید برگاتون میرزه. پس گیم پلی هم حتما تا آخر ببینید. بریم بقیه گردونه. طراحی کلتش میتونست یه خورده بهتر باشه، ولی بازم قبول میکنیم یه جوری زشته به نظر من. کلتش اصلا دوست ندارم، به عنوان اصلا یه بتل باز که اصلا کلتم هیچ وقت نباید دست بگیرم، چون اگه دست بگیرم یعنی ریوایف شدم. کلتش رو دوست ندارم. بک بکش قابل تحمله، دوست دارم. آرکتیکش هم خدایی خوشگله، ولی کاش مثلا میزد آرکتیک ریدکشن، نمیدونم هست داخل بازی یا نیست، ولی خیلی خوشگل میشد. خیلی اسکینش خوبه، خدایی رنگش رو دوست دارم، طراحی رنگش رو. کرکتر رو چقدر هم دیر داد کرکترش رو این بار بچه، نمیدونم، شانس من خیلی بده، شانس خودتون رو با من مقایسه نکنید. راستی یادم رفت یه خورده چپ و راست کنم، اب نداره، ان شاءالله سریای بعدی
اینم کرکترش، یه اسکرین شات خیلی خوشگلم بزنیم ازش. دختر یا پسر این؟ نمیدونم، حس میکنم پسره، بعد شبیه نیکتو لجندم هست. خدای باله، ارزشش داره، ارزشش رو داره کرکترش. اینم گانشه، بریم اتشمنتاش، دو تا اتشمنت بذارم تو مولتی اصلا ببینم چی به چیه. البته شما مولتی رو نمیبینید چون اصلا مولتی جوریه، من دو تا تیر بزنم باشو بریم بچه رویال. این گیم پلی خفنی که میخوام بگیرم و از دست ندید، لیتس گو. خب سلاطین گنگ پلتفرم چطورید بچه ها؟ گیم پلی آوردم خدا، آخرش یه جوری وین کردم اصلا برگاتون میریزه، ته خنده است. یعنی این ترفند رو یاد بگیرید دیگه تمومه. بریم ببینم کی به کیه. این محل پرو نداره، کرکترم که واقعا خفن، یعنی یه خورده این صورتش رو بد طراحی کردن، وگرنه اصلا وقتی موومنت میزنی این شاله، نمیدونم شنله چی بهش میگن، خیلی خفنه. شنل اگه اشتباه نکنم. بچه ها چند تا صحنه عجیب و غریب دیدم اصلا داخل گیم پلی، برگام ریخت. این هم چترشه، چترش خدایی خوشگله، من دوستش دارم. بریم همون جای همیشگی لند کنیم، به لوت بده بی تربیت که یاره مداد یه وستم بدی دیگه بقیه باید برن خونه شون. اینجا چقدر سریع فرس بداد میشن. بچه ها از نظر طراحی کرکتر، من کرکترش رو دوست دارم به جز قسمت صورتش، میتونست خیلی بهتر باشه. و اینم بگم بازم حس میکنم مرده، نمیدونم مرده یا زنه. خدا میدونم دنسشه. یه دقیقه انمی ها فقط نزنن من آبرومون رو، یه دقیقه اینجوری نگاه کنیم اگه کاش بسنده شمیرتم و بستوار. اینم دنسشه، ببینید اصلا دنسش ته سیستوغه، خیلی خفنه. انمی کجای بی طبیعت بودو بینم، چون اینجا خلوته. این البته چه وقتی او وقتی پلتفرم خلوت میشه همیشه گیم پلیش عالی میشه، همیشه، چون پخشن انمی ها همه رو خودت میزنی، زودم نمیرن لابی. خب اینجا این انمی قایم شده بود، تا جایی که خودم بهش گفته بودم هیل میکرد. با هم بریم بالا. اینجا واقعا برام عجیب بود چرا تیرام نخورد، دوتا زدم اینم زدم نخورد. نکن بیتربیت دیگه، بیتربیت کجا رفت؟ اه بیتربیت اومدم. خدای نینجا هم خوبی های خودشو داره، یعنی خیلی حال میده کار با نینجا. نمیبینی انمی جلوم ظاهر میشه، یعنی چه معنی داره؟ نزدمش اینجا، گفتم اینم چه کار میکنه بچه ها، غیب میشه میره داخل زمین. نگاه کنید ببینید یعنی چی، من واقعا نمیفهمم، یعنی اصلا متوجه این داستان نشدم بچه ها. انمی هم دیگه پیداش نکردم. اینجا داشت انگار از زیپلاین میومد پایین که حالا باگه دیگه. هر چقدر بچه ها گشتم دنبال این انمی نبود. بزن بریم جلوتر تا اتفاقای ترسناک بعدی. اصلا گیم پلی عجیبی بود آخرش بچه، یه جوری وین کردم خودم اصلا تعجب کردم. حالا بزنیم این جلوتر، لیتس گو. یا خود اکتیویژن شانس آوردم، اچ پی رو نگاه کن. یک، همیشه میگم بچه 148 این آدر بزنید مثل من خسیس نباشید، واسه همین وقتا من اچ پی بچه تا 130 نمیرم آدر بزنم، خسیسم و اصلا نمیاد تو دستم حتی آخر بازی باشه. یعنی این آدرا رو دوست دارم با خودم ببرم داخل لابی. نمیشه دیگه چیکار کنیم، ولی شما خسیس نباشید اینجور. خیلی من خیلی وقتا با اچ پی یک این سالم به درد بردم، دقت کنید به درد بردم. بچه راز دوم، یک لحظه دیدید یا برگردم وایسید برمیگم. این نینجا که اینجا مونده اوکی، ولی رازش چی بود؟ بچه واقعا داره شبیه بازی ترسناک میشه. یه لحظه بچه اصلا جا خوردم، اومدم دیدم این انمی یه ثانیه غیب شد، بعد دوباره برگشت این نینجا مونده اونجا. چی میشه گفت؟ بریم جلوتر، اصلا عجیبه. اونم از اون انمیه اونجا اصلا یوهو جلوم ظاهر شد، انمی بود، کاش بات بود. عجب عجب. یه
نه دیگه، دو تا نید خوشگل زدم شانس آوردی دمش شدی نمردی دیگه، فرار و اینا نداری، من دنبالت میام. حالا فرار کن، هر وری بری بات هم داشم، الان میخوری به یه جای دیگه بی تربیت. من اومدم آدر داره میزنه، یه شات خیلی قشنگ بهش میزنیم. کجا رفین برک هایم بچه؟ واقعا بازی داره بازی ترسناک میشه. چی جوری اومدی اصلا رو چه حسابی؟ عجب. اگر دیدی جوانی بر دیوار کم کرده ات، بدان او بسیار دلتنگ است. دلم نمیاد بکشمش، دو تا تکتیر بزنم مثلا در قید حیات. بله یه والبنگ بسیار زیبا، الان پیش خودش میگه این چیتر بود، منو از تو دیوار زد. حالا این همه عجایب دید، اینجا هم یه انمی دیدم نینجا زد، ناکن میخواد از در بره بالا، من پریدم پشت این اینو بزنم، بعد اینم اومد جدا، جفتمونم گان چیده، من فکر کردم جفتشون رو زدم، ولی اینم گان جدید گردونه رو داشت، این اینو زد، اون من اونو زدم، سیس ماست، اصلا چه شلوغ شد، من که نفهمیدم کی کیو زد، درخواست ویدیو چک میکنم، خودتون تو کامنت ها بهم بگید. بریم جلوتر. کمپ نکن بی تربیت، ولی در کل به نظرم گان جوابیه، اتچمنت هایی هم که چیدم بد نیست، ولی چنگی به دل نمیزنه، نه خوشم نیومد. یا پیغمبر چرا کم میکنی؟ ابلیس بی تربیت، اسمت دیدم گفتم با پلیر خوبیه، چه وضعشه؟ بی ادب. بچه داریم زون آخر نزدیک میشیم، اینجا آدر نیاز داشتم، رفتم دراب دو تا چهار تا آدر بردارم و براتون توضیح بدم میخوام چه حرکتی بزنم که برگ هایتون بریزه. اصلا ببینید چطوری وین کردم، خیلی سوسکی به قول خودم. خب سرت ببینید زون اوپنه، منم یه خورده دمیج شدم داخل زون، یا میشینم داخل این کامیون، واسه خودم خیلی سوسکی. اون انمی هم میبینیم اونجا یه ترپ زده کم کرده، یه نفرم احتمالا جلومونه، آدرمون رو میزنیم ریلکس، اصلا نه صدایی از کامیون میاد نه چیزی، تا آخر بازی هم سواره اینم، خیلی ایزی ببین میگن مغز بازی. بچه چون کاور ندارم دوباره میرم، این اینا جفتشون کاور دارن، یکیشون پایینه یکیشون هم بالا پشت اون کامیون کاور داره، میذاریم زون آروم آروم میاد، سوسکی از بغل میریم، میریم به این راش میدیم، اینجا نواگاز زدم اون طرف هم نمیتونه ببینه، دمیج میکنیم،
کیلمونو میدزد و آخریشون میمونه. اه 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 چقدر بدم از نینجا باگ میاد، یعنی خیلی بده. دو بار زدم نینجا باگ شد ولی شات آخرمون خورد. بچه ها خیلی سوتون دارم، خیلی خفنید، امیدوارم از این هایلایت گردونه و گیمپلی لذت برده باشید. خیلی سوتون دارم، خدا نگهدار.